آهنگ ویژه نوروز 1390. نگاهی به برگزاری جشن‌های نوروزی در گوشه و کنار جهان. پرزیدنت اوباما در یک پیام تلویزیونی نوروز را به ایرانیان تبریک گفت. برگزاری جشن نوروزی در موزه لاکما در شهر لس آنجلس. معرفی نوروز و تجلیل از دستاوردهای فرهنگی و هنری ایرانیان. و مروری بر انتشار 4 آلبوم غیر متعارف موسیقی ایران. فعالیت ارزنده هنرمندان ایرانی در تهیه و تولید آثار غیر متعارف. تو مسابقه رادیکالیست دشمن قسم خورده ی نظام فاسد کاپیتالیست. سلام و درود فراوان به شما بینندگان عزیز و ارجمند. من بهنود مکری ظرف 45 دقیقه آینده شباهنگ رو از استودیوی 50 صدای آمریکا اجرا میکنم. پیش از هر چیز از طرف خودم و تمامی همکارانم فرارسیدن نوروز باستانی رو به شما تبریک میگم و امیدوارم سالی سرشار از موفقیت، تندرستی و بهروزی در انتظارتون باشه. امشب هم حال و هوای شباهنگ نوروزیه و تلاش کردیم تا برنامه شاد و جذابی رو براتون تهیه کنیم که امیدوارم مورد توجه و پسندتون قرار بگیره. خانوم ها، آقایان، به شباهنگ خوش آمدید. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا فرارسیدن نوروز و سال 1390 خورشیدی را به مردم ایران و همه کسانی که نوروز را جشن می‌گیرند تبریک گفت. در گزارش پیش رو نگاهی داریم به پیام تبریک رئیس جمهوری آمریکا. Today I want to extend my best wishes to all who are celebrating Nowruz here in the United States and around the world. Each year of my presidency, I've marked this holiday by speaking directly to the people of Iran. That's what I'd like to do once more. This is a holiday for the Iranian people to spend time with friends and family, to reflect on the extraordinary blessings that you enjoy, and to look forward to the promise of a new day. After all, this is a season of hope and renewal. And today we know that this is also a season of promise across the Middle East and North Africa, even as there are also enormous challenges. I believe that there are certain values that are universal. The freedom of peaceful assembly and association. The ability to speak your mind and choose your leaders. And what we are seeing across the region is the insistence on governments that are accountable to the people. But we also know that these movements for change are not unique to these last few months. The same forces of hope that swept across Tahrir Square were seen in Azadi Square in June of 2009. And just as the people of the region have insisted that they have a choice. President Obama امسال هم در پیام ویدیویی نوروز رو به مردم ایران تبریک گفت و یادآور شد حکومت ایران برای حفظ قدرت خود اهمیتی به مراتب بیشتر از احترام به حقوق مردم ایران قائله. رئیس جمهوری آمریکا گفت نزدیک به 2 ساله که پیکاری از اعراب و آزار در جریانه و این گونه اقدام‌های حکومت نشان از قدرت نداره بلکه ناشی از ترسه. پرزیدنت اوباما گفت همان نیروهای امیدبخشی که میدان تحریر قاهره را در نوردیدند در خرداد 1388 در میدان آزادی تهران به حرکت درآمدند. پرزیدنت اوباما با اشاره به جلوگیری از سفر به خارج سیمین بهبهانی شاعر غزل سرا از سوی حکومت ایران بخشی از شعر زیبای او را خواند. پرزیدنت اوباما با ستایش از جوانان ایران گفت آینده ایران با ترس شکل نخواهد گرفت. آینده ایران از آن جوانانی است که سرنوشت خود را تعیین خواهند کرد. آقای اوباما خطاب به جوانان ایران گفت می‌خواهم بدانید که من با شما هستم. بله دوستان، شباهنگ رو در بخش دیگری ادامه می‌دهیم.
چند سالی است که بنیاد فرهنگ در لس آنجلس مراسم مفصلی رو به مناسبت نوروز در موزه لاکمای لس آنجلس ترتیب میده. این برنامه شامل بخش‌های متنوعیه و با هدف معرفی نوروز به شهروندان آمریکایی و تجلیل از دستاوردهای فرهنگی و هنری ایرانیان برگزار میشه. همکارم آرش سری به این برنامه زده تا گزارش رو برای شما تهیه کنه. بریم ببینیم در موزه لاکما چه خبر بوده. بنیاد فرهنگ در جنوب کالیفرنیا با همکاری موزه هنر لس آنجلس و در محل این موزه برای سومین سال متوالی مراسمی را در بزرگداشت نوروز برگزار کرد. این برنامه که از بخش‌های مختلفی تشکیل می‌شد با استقبال فراوانی از سوی ایرانیان و غیر ایرانیان مواجه شد. امسال به رسم هر ساله این بنیاد در جهت تقدیر از بزرگان ادب و فرهنگ ایرانی در داخل و خارج از ایران از شاعر پرآوازه ایران خانم سیمین بهبهانی تقدیر شد. سیمین بهبهانی که امکان حضور در این برنامه را نیافت، پیام ویدیویی را برای این مراسم فرستاده بود که برای حاضرین به نمایش درآمد. بسیار افتخار می‌کنم که این لوحه‌ای که به من اهدا شده بار اول خدمت استاد عزیز یار شاطر تقدیم شده و من چقدر باید خوشبخت باشم که شاگرد کوچک ایشان بودم و این برکت نصیب من هم شد. به هر حال من سال نو را تبریک میگویم به شما و برای همه هموطنان آرزوی خوشبختی و سعادت در این سال نو میکنم. امیدوارم آرامش و صلح و شادی نصیب همه جهان باشه در این سالی که پیش روی ما هست. بیتا میلانیان مدیر اجرایی بنیاد فرهنگ هدف از برگزاری این مراسم در طول این سالیان را چنین بیان می‌کند. بنیاد فرهنگ هدفش به عنوان یک بنیاد غیر انتفاعی، غیر سیاسی و غیر مذهبی این هست که بتونیم ترویج فرهنگ و هنر ایران رو در خارج از کشور به خصوص در جنوب کالیفرنیا انجام داده باشیم. بنابراین خوشحالیم که بتونیم این برنامه‌ها رو بیشتر و بیشتر ادامه بدیم و ترویج بدیم و از با کمک همگان در جامعه، چه ایرانی چه غیر ایرانی که دل در گروه فرهنگ و هنر ایران دارن و یا دوست دارن که بیشتر فرهنگ ایران در خارج از کشور به خصوص برای نسل بعد ادامه پیدا بکنه و ترویج پیدا بکنه، خب امیدواریم که بتونیم با اونها همکاری داشته باشیم. در برنامه امسال هوشنگ توزی، نویسنده، بازیگر و کارگردان، تئاتر وقتی امید از راه میرسد را که به موضوع نوروز میپرداخت و به مناسبت این برنامه آماده شده بود را به زبان انگلیسی و با حضور 4 بازیگر ایرانی و آمریکایی به روی صحنه آورد. Let's look up Senjed, S-E-N-J-E-D. Dried fruit of the lotus tree represents love. Next item, Sananu, S-A-M-A-N-U. A sweet pudding made of wheat germ which symbolizes affluence. بنیاد فرهنگ هر ساله به مناسبت جشن نوروزی فستیوال فیلم‌های کوتاهی را نیز با مضامین فرهنگ و هنر ایران برگزار می‌کند و امسال نیز از میان 6 فیلم منتخب در مرحله نهایی به 3 فیلم برتر جوایزی مطابق هر سال اهدا شد. جایزه فیلم سوم به البرز کمالیزاد از آمریکا، جایزه دوم به حسین خندان از چین و جایزه اول به فیلم چهارشنبه سوری ساخته نازنین شیرازی از آمریکا اهدا شد. عید شما مبارک. تبریک میگم از اینجا به همه ایرانیای دنیا. امیدوارم که سال خیلی خوبی داشته باشین همراه با شادی و آرامش و پیروزی برای همه ایرانیان جهان. در فضای باز موزه نیز برنامه‌های متنوعی برای بازدیدکنندگان در نظر گرفته شده. قسمت مخصوص کودکان، غرفه خط نستعلیق، رقص ایرانی، سفره هفت سین و امضای DVD توسط صاحب اثر. من نیلوفر طالبی هستم و میخواستم به بینندگان و شنوندگان نوروز باستانی رو تبریک بگم و خوشحالم که میتونستم از سال 2009 به الان پژوهش نوروز بکنم و یک کاریو برای دوستان انجام بدم به اسم Persian Rite of Spring که تمام آیین‌های باستانی ایرانو از یلدا تا 13 به در توضیح میده به عنوان کار تئاتری و اسمش از Persian Rite of Spring. نوروز شما پیروز. میخواستم سال نو رو به تمام ایرانیان عزیز و سراسر دنیا تبریک بگم و آرزوی خوشی و سعادت و آزادی برای همه هممیهنانم بکنم. برنامه امسال با اجرای قطعاتی توسط گروه ایرانی دنگ شو که برای اولین بار در لس آنجلس به اجرای برنامه میپرداختند به پایان رسید.
سپاسگزارم برای این برنامه بسیار عالی که برگزار کردم. عید شما مبارک. در این بخش از برنامه با همکارم سارا دهخان هستیم تا درباره آثار موسیقی چند نفر از هنرمندان غیر متعارف ایران در سالی که گذشت صحبت کنیم. سالا بهت سلام میکنم، درود میفرستم، سال نو رو به تبریک میگم. منم همینطور به تو تبریک میگم و به بینندگان عزیز برنامه شباهنگ، تک تک شما امیدوارم که سالی بسیار خوب داشته باشید. خب میدونم گزارش مفصلی رو تهیه کردی که پیش از اینکه اونو ببینیم یه فرصتی داریم راجبش یه گپ کوتاهی بزنیم. چرا به سراغ این هنرمندا رفتی و چه ویژگی در آثار اونها هست که در این گزارش گنجونده شده؟ خب اینا میشه گفت که در واقع هر کدوم به نوعی هنرمندان نامتعارفن و همشون آلبوم دادن بیرون سال گذشته و فرصتی فراهم شد تا من باشون گفتگوی داشته باشم. در واقع چهار تا گروه هستن که اگه موافق باشی یه توضیح کوچیک راجع به هر کدوم بدم. خوشحال میشم ببینیم چه کسانی در این گزارش هستن. خب گروه عجمه که عجم یه نام گروه موسیقی آلترناتیو در لندن که البته اول گروه سیمرغ بودن، بعدن اعضا جدا شدن و تبدیل شدن به گروه عجم. سوالی که همه بیننده ها پرسیدن بعد از اینکه ما این گفتگو رو داشتیم این بود که چرا اسمشون عجمه. درست داره، برای منم این کنجکاوی هست چرا عجم. آره منم پرسیدم ازشون که پرسیدم که چرا واقعا اسم عجم رو انتخاب کردید، ولی در واقع خواستم با انتخاب این نام از اون بار تحقیرآمیز و غیر انسانی این واژه و واژه‌های از این جنس کم بکنن و در واقع هدفشون همون هدفی بوده که بر اون اساس در واقع کار میکنن، یعنی ریشه یابی سنت ها، فرهنگ ها و مثلا آواهای بومی. یعنی اومدن تاکید بذارن بر آنچه بر سر ایرانیان اومده و اتفاقایی که مثلا تاثیر گذاشته روی فرهنگ ایرانی و بر حال اومدن از این بار منفی این کم بکنن. اسم آلبومشون هست رقص مردونه، یعنی اومدن به حال از این طریق مردونه نگاه کردن به فرهنگ. اسمش هم خیلی نامتعارفه، اسمش هم خیلی نامتعارفه، خیلی ضرباهنگ قشنگی داره، خیلی پر انرژیه. آلبومشون رو اینم میدونم سوال خیلی ها هست، آلبومشون روی آیتونز الان در دسترس هست، ولی اعضای گروه سخت دارن تلاش میکنن برای شمایی که دوست دارین آلبومشون رو تهیه بکنین در ایران که یه راهی پیدا بکنن که شما بتونین حتما این آلبوم رو تهیه بکنین. بسیار عالی، براشون آرزو موفقیت داریم. چهره دیگه که یا گروه بعدی؟ گروه بعدی گروه کیوسکه که آلبوم سه تختیره رو به بازار داد سال گذشته. نیاز چندانی به معرفی نداره دیگه کیوسک، همه باهاش آشنا. درسته گروه کیوسک واقعا نیاز به معرفی نداره، ولی میشه گفت که آلبوم سه تختیره در واقع گشوده شدن فصلی تازه بود در کارنامه هنری کیوسک. ترانه ها خیلی متنوع هستن، در واقع میشه گفت از اون دوران تجربه اندوزی عبور کردن، خیلی ترانه هاشون پخته شده، خیلی الهام گرفتن از موسیقی کلی ها، یعنی خیلی شبیه موسیقی کلی هست. آلبوم ویژگی که داره اینه که به صورت زنده ضبط شد در کلوپ جاز یوشیز در سان فرانسیسکو. برای اینکه آرش هم خودش گفت برای اینکه اومدم اون چه که از دل زیرزمین‌های ایران در اومده رو به صورت یک فرم هنری نشون بدم، چون بچه‌هایی که ایران هستن و موسیقی زیرزمینی کار میکنن این فرصت رو ندارن که به صورت زنده ضبط بکنن و همه کارشون رو بتونن بشنون. گروه بعدیمون گروه دنگ شو هست که الان هم یه بخشی از اجراشون رو دیدیم، گزارشی که پخش کردیم ما رو اجرای زنده داشتن در لس آنجلس. گروه دنگ شو آلبوم شیراز چل ساره رو داد به بازار. سبک کارشون یه جوری نمیشه گفت که فقط اومدن جاز و مثلا با موسیقی اصیل ایرانی ترکیب کردن، چون واقعا بیشتر از اینا زحمت کشیدن. تنظیم کارشون خیلی قویه، به هیچ وجه تکراری و یک نواخت نیست، خیلی اومدن اشعار حافظ رو واقعا دلنشین کردن، یعنی گوش میکنی واقعا از حافظ خیلی لذت میبری و نوآوری خیلی داشتن تو این آلبوم و در واقع این آلبوم واقعا این شراب 40 ساله آدم رو میبره به خلسه. بسیار عالی، می‌خوایم در آینده بیشتر بتونیم از آثار این گروه در برنامه باشیم. آره حتما سعی میکنیم که بیشتر باشون گفتگو ترتیب بدیم. و فرامرز اصلانی که همه میشناسن، واقعا نیاز به توضیح نداره، ولی آلبوم خط سوم رو بعد از 10 سال سکوت منتشر کرد، ولی خب دقت و وسواس بسیار زیادی روی این آلبوم واقعا
خرج داده روی ترانه های این آلبوم و برخلاف روزهای ترانه و اندوه در آلبوم خط سوم خیلی تاکید زیادی شده روی شعر تا موسیقی. من یادم سالها با یه اصلانی صحبت میکردیم، گفتم خب این آلبوم که میاد بیرون، گفت امید خدا سال آینده، ولی ده سال طول کشید. ده سال طول کشید و من گفتم اصلا آقای اصلانی باورم نمیشه این آلبوم هست، و نشون دادم گفتم نه اینا هست آلبوم اینجا. بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. پس این گزارشی که ما میبینیم مجموعی از نظرات و گفتگوهای این افراد و بخشای از موسیقیش. خیلی سپاسگزارم، نوروز رو به تبریک میگم و امیدوارم سال خوبی داشته باشیم. ممنون. سان عزیز میریم و این گزارش رو به اتفاق شما میبینیم. به سقف زمانه منجری همه فقط حرف برای حرفات تموم شد. اینجا هم یه فرهنگی داره ولی به من ربطی نداره، نارم باش همواره. نفر اول صف تو مسابقه یه رادیکالیست، دشمن قسم خورده یه نظام فاسد کاپیتالیست. دل بر جانومه، دل بر جانومه، تو این جایی که هستیم من به عنوان یک ترانه سرا یا به عنوان یک کسی که دارم موسیقی کار میکنم در قصه خودمو میگم، و چیزی که بیشتر از هر چیزی من اذیت میکنه شرایط موجوده و فکر میکنم خیلی از هنرمندای دیگه همین هست. واقعیت اینه که مخاطبین ما از یه سطح فهم و شعوری برخوردارن که این اجازه رو خودمون نمیدیم بخوایم تریبونی بذاریم و براشون سخنرانی کنیم و از شرایط اجتماعی بخوایم نقدی بخوایم انجام بدیم. زندگی من بستگی به این داره که بتونم بنویسم، بتونم بسازم، بتونم بخونم، و مهمترین چیز اجرا کردن این آهنگ هاست. کارمون اینه که یه پلی باشیم بین اون نوع موسیقی بکر و شنونده‌ای که شاید هنوز نشنیده باشه همچین موسیقی رو، و صرفا دیگه اون موسیقی رو به عنوان یه موسیقی موزه‌ای بهش نگاه نمی کنیم. یواش یواش اومدم در خونم تو، مجنون و گریون دل نگرون اومدم در خونم تو. یک شاخ گل در دستم سر راحت بنشستم، از پنجره منو دیدی مثل گل ها خندیدی. به خدا ها نگهت از خاطرم نرم، یعنی گمنامی رو کارشو میشنویم و میبینیم که چقدر یاد دنگشو میفتیم با شنیدن کاراش، و اینکه دو بار سه بار این اتفاق میفته و این دو سه نفر هیچ ارتباطی به همدیگه نداره سایدش، و همین باعث میشه که هنوز یه طیف وسیع تو ذهنم باشه از دنگشو. تلفیق کردن هیپ هاپ با موسیقی ایرانی الان توی گروهایی که میشنویم تو ایران هم هست، خیلی استفاده میکنم. متعاد بحث اصلیش اینه که موسیقی ایرانی رو به عنوان یه زینت تو کار هیپ هاپشون استفاده میکنن. فرق موسیقی ما اینه که سعی میکنیم موسیقی مدرن امروزی، حالا بخوای هیپ هاپ باشه یا راک باشه، زینت موسیقی ایرانی بکنه. میشه غیر از این آلبومی که حالا ضبط زنده ما همیشه ضبط میکنیم و بعد گوش میکنیم، اگه واقعا دیدیم که ربطی نداره یا بی‌معنی یا خودمون راضی نیستیم مطرحش نمی کنیم. امیدوارم این کاری که الان داریم می کنیم در اون حد قابل قبولی باشه. من اصولا همیشه متوجه این بودم که کلام در وهله اول در درجه اول قرار داره، موسیقی قابیه دور کلام. پیام از سرم به مقصومم که رقصت از بال رقص سرشونه توپ بزم و امید شخصیم اینه که بچه های ایرانی دنبال این باشن که یه سبکای جدیدی درست کنن که ریشهش توی جامعه خودشونه، یعنی
تقلید از از سبکایی نکنن که ریشش اون ور آبه یا این ور آب، کلن اصلا زیاد آخرش هم اوریجینال یا خوب طبیعی به گوش نمیادش. به هر حال خلاصه من عقیده شخصی من، کلیه کارها ضبط شد، شعرها مجوز براش گرفته شد و در واقع تو تک تک مراحل هم موازی با ضبط کار میکس انجام شد و همطور که داشتیم پیش میرفتیم اتفاقاتی افتاد، مجموع شرایطی پیش اومد که آروم آروم رو به این نتیجه رسوند که نمیخوایم که این آلبوم رو در ایران منتشر بکنیم. به همین دلیل بچه‌مون رو بغل کردیم و آوردیمش بیرون از اون محیط. با توجه به اینکه فاصله ای که علاوه جغرافیایی آدم با ایران داره، یه مقداری تو شاید میشه گفتش که یه بریدگیایی رو یه خشو چیزشو میگیری از تو شعرت، بخاطر اینکه دیگه اونقدر تیز نمیبینی همه چیزو، یه مقداری از دور داری نگاه میکنی به همه چیز، ولی میگم دیدگاهت عوض نشده، نگاهت عوض نشده، یا در واقع بگم جهت نگاهت حداقل عوض نشده. چون ما دوریم از اونجا، یعنی دستمون بر آتش نیست به قول معروف، تنها کاری که ما میتونیم بکنیم حمایت روحی، حمایت این هستش که بگیم که شما تنها نیستید. غریب شهرم و غریب با همه کس، گرفته پنجه زمان راه نفس، همیشه آشنای من تویی تو و بس، غریبم ولی نه با زمانه خود، چه خارها کشیدم به شانه خود که هدیه آورم گل ترانه خود. یه تعداد قلیلی این اعتقاد از ما میکنن که شاید ببخشین من استاپ دقیقاً من داشتم میگم بزار بره دست من اینجوری بود شروع کرد پاس اینا بزار اصلشه یه خورم برو داره روی فضای تمام ترانه ها رو عوض میکنه. ببخشید سارا جون، یه نفر رو خط میاد میگه can you hear me؟ okay I can hear you, yes I'm in the middle of the interview. چی شد؟ یه نفر اومده رو خط میگن از دی سی هم کنی یه می حالا همه فکر کنه من سیگاری هم هم در زم اسمش دنگ مو و دنگ مو میشه هندونه به تایلندی دنگ مویه، چون هندونه زرد و سبز و چند رنگ هندونه دارن، هندونه قرمز میشه دنگ مو دنگ. خب در ادامه گفتگو با هنرمندان ایرانی ساکن لس آنجلس به مناسبت سال نو، امشب پیام‌های نوروزی اونها رو براتون پخش می‌کنیم. این خوانندگان به ترتیب حروف الفبا مقابل دوربین شب‌آهنگ حاضر میشن و نوروز 1390 رو به شما تبریک میگن. بله، پیام نوروزی تنها چیزی که میتونم بگم اینه که امیدوارم که سالم باشین، امیدوارم که خوشحال باشین، هر جای دنیا هستین، مخصوصا هموطنهای خوبم که در داخل ایران هستن، دلم میخواد شما بدونین که با وجود اینکه 30 سال همدیگر رو ندیدیم ولی شما رو دوست داریم، همیشه به فکرتون هستیم و همیشه به امید روزی که بتونیم همدیگر رو از نزدیک ببینیم. و یه خواهشی هم دارم از تمام هموطنم، هر جای دنیا هستین سعی کنین به هموطنهای خودتون اگه به شما احتیاج دارن کمک کنین، برای اینکه اگه ما به همدیگه کمک نکنیم هیچ کس به داد ما نمیرسه.
سال نو رو به تک تک شما عزیزانم چه در داخل کشور و چه در خارج کشور تبریک میگم و آرزو میکنم که سال جدید پر از صلح، صفا، برکت، سلامتی و لب خندان برای تک تکتون باشه. سال نو مبارک. عید باستانی رو به تمام ایرانیان دنیا تبریک میگم و آرزو میکنم که در این سال جدیدی که در پیش داریم همه به آرزوی خودشون برسن و همینطور با یه دید بهتری به دنیا نگاه کنیم و همینطور سنت و فرهنگمون رو همون جوری که هست پررنگ و شیرین نگه داریم. براتون سال بسیار خوبی را آرزو میکنم، به خصوص برای جوانانمون در ایران آرزو میکنم سالی پر از خوشحالی، امید و سرانجام آزادی باشه برای بچه های تو ایران. برای همه در خارج از کشور و در همه جای دنیا آرزوی سلامتی، دل خوش و آرامش میکنم. سال نو مبارک. به عنوان یک ایرانی تبریک میگم به همه هموطنان عزیزم، چون میدونید که نوروز یکی از اعیاد ملی و باستانی ماست. امیدوارم که هر روز شما عزیزان نوروز و هر روزتون پیروز باشه، با آرزوی این که هر جا هستید موفق و مؤید و پیروز باشید. نوروز بر همه شما مبارک باشه. با درود به تمام دوستان عزیزم هر جای دنیا هستین، سال نو، سال 1390 که به زودی رسید، قبل از اینکه ما خبردار بشیم سالهای آینده هم به زودی خواهند رسید. سالیان خوب داشته باشید. همونطور که گفتم سال 1390 به تمام شما دوستان عزیز و هموطنان عزیزم هر جای دنیا هستید سال سلامتی و خوشی باشه. نوروز امسال سال 1390 و به تمام ایرانیای دور دنیا خوبشون ایرانی که همه چیز خوب داره، آدم مثبتی است و به هموطنش کمک میکنه و میرسه، و تمام ایرانیایی که دور از وطنشون هستن و در داخل وطن هستن تبریک میگم. دو تا چیز از خدا برای شما میخوام. اول سلامتی، دوم این که به کسی محتاج نشید. این دو تا آرزوی منه برای تمام ایرانی ها. سال رو تو مبارک. به همه شما بینندگان عزیز واقعا براتون آرزوی سال خوب و پر از سلامتی دارم. دوست دارم بگم سالی پر از پول و چیزای قشنگ و خوب، ولی بیشتر از همه میدونم که آزادی مهمترین چیزه و بعد سلامتی و در کنارش عشق. اون سه تا چیزو اگه آدم داشته باشه دیگه چی میخواد توی دنیا. برای همین واقعا از صمیم قلب برای همتون این آرزو رو دارم. به تمامی شما بینندگان بسیار محترم و عزیز تلویزیون صدای امریکا از صمیم قلب تبریک میگم نوروز امسال و نوروز 1390 خورشیدی رو. بعد از این رکود اقتصادی چند سال گذشته امسال مثل اینکه یواش یواش از اون دور ابرای بارون رو دارم میبینم، این بیابون خوش داره منتظری بارون خیلی خوب هست. اتحاد داشته باشیم با هم، یک دست باشیم، شفاف باشیم و قدر همدیگر رو بدونیم، هر چیزی که برای خودمون میخوایم برای دیگران بخوایم و همین سعادت و خوشبختی برای فرد ایرانیای عزیز، آزادی برای تمام دوستانی که در داخل مملکت هستن و این سر و صداهایی که دور و بر بیدار شده زنگی هستش که یواش یواش حس بکنیم که داریم به مقصد نزدیکتر میشیم. خدا با همگی شما باشه. در اینجا به همه دوستان عزیزم، به همه هموطنان عزیزم، به همه دوستانی که عیدو جشن میگیرن و براشون دوره مهمیه، عید و تبریک میگم. و امسال یه سالیه که از همه جا، از همیشه بیشتر به نظر من اون امواج مثبت و قشنگ و گرم حس میکنم و اینو برای هموطنان عزیزم آرزو میکنم و همیشه میگم به خصوص جوانامون که درس بخونید، خودتون رو به مقامات بالا برسونید، از قدرت فکرتون استفاده بکنید و بزرگترین قدرتتون تو همون فکرتونه و با فهم و شعور زیاد اون چیزهایی که میخواین به دست بیارید و سیگارم نکشید.
نوروز باستانی که نشانه هویت ملی ماست، به همه شما عزیزان تبریک میگم. همه اونایی که عید نوروز رو جشن میگیرن، مخصوصا ایرانیای عزیز، هموطنای خوب و نازنینم، امیدوارم که فرارسیدن نوروز ارمغان امید و آزادی برای ایران و ایرانی باشه. ایدون باد. ملت ایران در هر ناگواری تاریخی، در هر هجوم بیگانه‌ای، سنت‌ها و فرهنگ خودشون رو حفظ کردن و الان در این نقطه تاریخی وظیفه ما مردم ایران داخل و خارج کشور هست که سنت‌ها و فرهنگ‌های خودمون رو اونطور که باید و شاید حفظ کنیم و به نسل آینده تحویل بدیم. نوروز به شما پیروز. سنت‌ها و فرهنگ‌های خودتون رو حفظ کنید. اینا سرمایه‌های بزرگ ملت ما هستن. سال 1390 رو به همه هممیهنان عزیزم تبریک میگم. امیدوارم هر جای دنیا که هستید تنتون سالم، دلتون خوش و در همه کارهاتون موفق باشید و عیدتون صد مبارک باد. امشب رویا بهرامی، نوازنده، خواننده و آهنگساز ساکن واشنگتن، میهمان شب‌آهنگه. خانم بهرامی بنیانگذار و سرپرست گروه موسیقی رویا هستند که چند سالی است فعالیت‌های حرفه‌ایش را آغاز کرده. آثار این گروه در ژانر موسیقی فیوژن قرار می‌گیره. هم هستم و هم نیستم تازه‌ترین آلبوم گروه رویاست که اخیراً در آمریکا منتشر شده. خانم بهرامی، با شما سلام میکنم و درود میفرستم. عید رو بهتون تبریک میگم. مرسی از اینکه با ما هستید. سپاس از شما که ما رو دعوت کردین. نوروز شما مبارک. نوروز همه هممیهنانم هم خواستم تبریک بگم و اینکه امیدوارم با دلی باز به استقبال این سال نو بریم، به این پیشواز هرچه امکانات بیشتر برای بهتر زندگی کردن، برای شاد بودن، برای خوشکامی، آرزوی بهترین ها. خیلی خوشحالم در خدمتتون. خب من میدونم شما گروه بزرگی دارین، تعدادی از نوازنده ها هستن که همیشه تو برنامه ها همراه شما هستن. خب استودیو ما کوچیکه، نمیتونستیم میزبان همه باشیم، ولی یکی از همکارانتون آوردین، خوشحال میشم معرفیش کنم. حتما، خیلی خوشحالم. همکار عزیزم ریکاردو مارلو هستن که نوازنده گیتار فلامینکو هستن، بسیار شناخته شده است کارشون در سطح آمریکا و تو اسپانیا هم بسیار کارشون شناخته شده. خیلی خوشحالم که عضو گروه من هستن. از همون سال 2007 با هم همکاریمون رو شروع کردیم. Thanks Ricardo for joining us today. Thank you. Happy Nowruz. Happy Nowruz. بسیار عالی. خیلی هم خوب. خب من میدونم شما آلبوم تازه‌تون رو مدتی است منتشر کردید و امروز دو قطعه یا دو تصنیف رو برای ما اجرا میکنید. خوشحال میشم یه توضیح مختصری بدین و دیگه بعد از اون صحنه در اختیار شماست، منم میرم بیرون که راحت باشید. خواهش میکنم. مرسی. بله، آهنگ به مناسبت نوروز به هر حال و به مناسبت اون احساساتی که در این ایام همه داریم و مشترکه، آهنگ اولی پیام هست اسمش، که از شعر زیبای پیامی در راه سهراب سپهری الهام گرفته شده، و آهنگ دوم که اجرا میکنیم به نام بهار هست که از شعر فریدون مشیری به الهام گرفته شده و براتون اجرا میکنیم. با اشتیاق گوش میکنیم. سپاس گذارم. I shall come and I shall bring a message. I shall come to pour light into your veins. I shall come and bring a stem of jasmine for the beggar to plant flowers on top of every wall. I shall walk. I shall love. I shall eat light. Someday I shall come to pour light into your veins. Thank you.
سه بار نغمه شوق آرزوهای شاد نر نر من میرسد اینک بهار خوش به حال روزگار خوش به حال روزگار ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب ای دریغ از ما دریغ از من اگر کامی نگیریم از بهار ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار به شوق به آرامش نر نرمک میرسد بهار خوش به حال روزگار خوش به حال روزگار خوش به حال روزگار خوش به حال روزگار سپاسگزار، چکر، خیلی محبت کردید.